بيدومي درس قبلي اولي قسمي كي در درس اول برتون ريليشن نوشته كدم ما گفتم كي اول بايد مستوي كارتيزيان جراحي مرتب را بشناسيم بعد از اون ريليشن را تعريف کرده ميتونيم اولي نوبت به ريليشن رسيده كي ريليشن چطور تعريف کرده ميتونيم ريليشن عبارت از مجموع جراحي مرتب ميباشد یا سيت جوره های مرتب می باشد مجموع یا ست جوره های مرتب عبارت از ریلیشن می باشد یا رابطه می باشد فرض مثال R مساوی به A و B B و C و C و D ای یک ست است که چند جوره مرتب در بر دارد یک دو سه ای مجموع جوره های مرتب یا ست جوره های مرتب را به نام ریلیشن یاد می شود حالا ما می خواهیم که یک مثال در جا حل کنیم اگر فرد مثال ما داشته باشیم ست A 2 و 4 و B داشته باشیم 1 و 3 داشته باشیم سوال قسم مطرح میشه میگه تعداد رابطه ها یا تعداد ریلیشن A در B را تشکیل کنه اگر سوال قسم مطرح شوه که تعداد ریلیشن های B در A را تشکیل کنه در اینجا ما باید حاصل ضرب B در A آلی چون خواسته که حاصل ضرب تعداد رابطه های A در B را تشکیل کنین ما پیش از این که تعداد ریلیشن ها را تشکیل کنیم اول باید حاصل ضرب کارتزینی A در B را تشکیل کنیم این حاصل ضرب کارتزینی A در B را که تشکیل میکنیم تمام عناصر از ست A با هر یک عنصر از ست B یک جوره مرتب در اینجا تشکیل میکنه دو امرای یک یک جوره مرتب دو امرای سه دیگه جوره مرتب چهار امرای یک یک جوره مرتب چهار امرای سه دیگه جوره مرتب حاصل ضرب کارتزینی B در A را تشکیل کرده تانستیم حالی چطور میتونیم که تعداد رابطه ها یا تعداد ریلیشن ها A در B را تشکیل کنیم از کدام فرمول ما استفاده کرده میتونیم تعداد رابطه ها از کدام فرمول دو بتوان N منفی یک از این فرمول ما استفاده کرده میتونیم در اینجا N چی است؟ تعداد جوره های مرتب در خود ریلیشن میباشد در این ریلیشن یا در این حاصل ضرب کارتیزینی چند جوره مرتب وجود داره؟ یک دو سه چار خیلی قیمت N چند شد؟ چار دو بتوان چار چند میشه؟ 16 از 16 که یک کم شود چند میشه؟ 15 خیلی چند دانه رابطه از A در B تشکیل میشه؟ 15 دانه رابطه تشکیل میشه ما چطور میتونیم که این 15 ریلیشن یا رابطه ها را تشکیل کنیم؟ ای یک دفعه ای ما نمیتونیم که فر مثال هم قسم سر به خود ما یک دو سه چهار پنج شش تا 15 را تشکیل کنیم طریقه ساده شان طریقه آسانشان چطور ما 15 رابطه را تشکیل کرده میتونیم اول باید ما او ریلیشن ها را تشکیل کنیم که دارای یک جوره مرتب داشته باشد خیلی از کدام فرمول استفاده کرده میتونیم n بالای یک n بالای m از این فرمول ما استفاده میکنیم از ترکیب n فاکتوریال تقسیم بر n منفی m فاکتوریال ضرب m فاکتوریال ای که یک جوره مرتب باشد در اینجا قیمت m چند میشه؟ یک خیلی 4 بالای یک مساوی با 4 فاکتوریال تقسیم بر 4 منفی یک فاکتوریال ضرب یک فاکتوریال فاکتوریال چی معنا داره؟ یعنی اگر هر عدد باشه تا امو عدد مسلسل در با هم دیگر ضرب میشه چار فاکتوریال مساوی به یک ضرب دو ضرب چار یا چار ضرب سه ضرب دو ضرب یک میباشد از چار که یک کم شود چند میشه؟ سه فاکتوریال سه فاکتوریال چی قسم نوشته کردم؟ این ترم یک ضرب دو ضرب سه یک ضرب دو ضرب سه امرای یک ضرب دو ضرب سی خلا شد چار تقسیم بر یک مساوی به چار می باشد خیلی او ریلیشن ها که دارای یک جوره مرتب داشته باشد چند دانه تشکیل میشه؟ چار دانه آره تشکیل میکنم آر یک شان دو و یک آر دوی شان دو و سه آر سه شان چار و یک آر چار شان مساوی به چار و سه می باشد آل او ریلیشن ها را تشکیل میکنیم که دارای دو جوره مرتب داشته باشه باز از همین فرمول استفاده میکنیم که n بالای m قیمت m در اینجا چند میشود؟ دو چار بالای دو مساوی به چار فاکتوریال تقسیم بر چار منفی دو فاکتوریال ضرب دو فاکتوریال
4 فاکتوریال چه قسم نوشته کرده میتونم 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 از 4 که 2 کم شود چند میشه 2 2 فاکتوریال چه قسم نوشته کرده میتونم 2 ضرب 1 و خود 2 فاکتوریال 2 ضرب 2 میباشد ای 2 ضرب 1 امرای 2 ضرب 1 خلا شد 4 که تقسیم بر 2 شود چند میشه 2 2 ضرب 3 مساوی به 6 آلی چه قسم 6 دانه ریلیشن که دارای دو جوره مرتب داشته باشه چطور تشکیل کرده میتونیم؟ اینه دو یک امرای سی و امرای دو و سی باز دو یک امرای چار و یک دو یک امرای چار و سی باز چه قسم تشکیل کرده میتونیم؟ سی و دو و سی امرای چار و یک دو و سی امرای چار و سی باز دیگهشان چی هسته؟ ریلیشن آخرشان 4 و 1 امرای 4 و 3 می باشد. این 6 دانه ریلیشن دیگر را تشکیل کرده توانستیم. ای آره چند است؟ آره 6 می باشد. آره 1 تشکیل کردیم، آره 2، آره 3 را تشکیل کردیم، آره 4، آره 5 و آره 6 را تشکیل کرده میتونیم. حالی او رابطه ها او ریلیشن ها را تشکیل میکنیم که دارای سه جوره مرتب داشته باشد. باز از همین فرمول استفاده میکنیم. n بالای m فکتوریال در اینجا قیمت m چند میشه؟ 3. 4 بالای 3 4 فکتوریال تقسیم بر 4 منفی 3 ضرب 3 فکتوریال. 4 فکتوریال چه قسم نوشته کرده میتونم؟ 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. از 4 که 3 کم شوه 1، 1 فکتوریال 1 است. 3 فکتوریال 3 ضرب 2 ضرب 1. ای 3 ضرب 2 ضرب 1 از صورت امرای 3 ضرب 2 ضرب 1 امرای مخرج خلاص میشه 4 تقسیم بر 1 مساوی به 4 می باشد. حال او تعداد رابطه ها را تشکیل میکنه که دارای 3 جوره مرتب داشته باشد. 1 و 2 3 و 2 امرای 4 و 1 باز 1 و 2 و 3 و 2 امرای 4 و 3 می باشد. ای 3 جوره مرتب دو جوره مرتب سومشان دو و سه چار و یک چار و سه دیگر جوره دیگر ریلیشن و دیگرشان چه قسم تشکیل کرده میتونیم؟ چار و یک چار و سه امرای دو و یک که چار رابطه یا ریلیشن ایره هم تشکیل کرده توانستیم. حال او رابطه ها را تشکیل میکنیم که دارای 4 جوره مرتب داشته باشد. m بالای n بالای m در اینجا قیمت m مساوی به چند میشه؟ مساوی به 4. 4 بالای 4 4 فاکتوریال تقسیم بر 4 منفی 4 ضرب 4 فاکتوریال. 4 فاکتوریال چه قسم نوشته کردم؟ 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 و از 4 که 4 کم شود چند میشه؟ 0. 0 فاکتوریال این تعریف شده مساوی به 1 میباشد. 4 فاکتوریال 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 از صورت امرای مخرج 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 خلاص میشه. 1 تقسیم بر 1 مساوی به 1 میشود. خی او ریلیشن ها که دارای 4 جوره مرتب داشته باشه چند دانه تشکیل میشه؟ 1 دانه. او هم عبارت از 2 1 2 1 2 3 4 1 و 4 و 3 می باشد. حالی که تمام این جوره های مرتب را از طریق فرمول که پیدا کردیم با هم دیگر جمع کنیم، باید مجموعی تعداد بر ما پوره کنه. 1 جمع 4 چند میشه؟ 5. و در اینجا 4 جمع 6 چند میشه؟ 10. 10 جمع 5 15 می شود.